بله، بریم سراغ ایمیل بعدی. باز هم از ایران هست. ایشون نوشتند حدود 8 سالی که با تشخیص اولیه اضطراب و افسردگی شدید تحت درمان هستم، با لاموتریژن 100 با روزی 3 قرص. و به حال اسم چند تا از قرصاشون هم نوشتن که من ازش رد میشم. بعد نوشتن 6 ماه پیش برای ویزیت ماهانه رفتم مطب پزشکم و دیدم ایشون بدون اطلاع برای مسافرت مشرف شدن به کانادا بدون اطلاع قبلی و حداقل بدون جایگزین، که روال مرسوم توی ایران رفتند و چند ماهی درمانم قطع شد. من در این مدت 8 سال همیشه تمام قرص ها رو نمی خوردم، چون هم هزینه بالایی داره و همین که بعضی وقتا واقعا خسته می شدم. مجبور شدم که پزشکم رو تغییر بدم. اما مشکلی که الان دارم افسردگی شدید، ناامیدی، تمایل به زندگی در روستا به دور از تکنولوژی. بعد تو پرانتز نوشتن زندگی در روستا به جهت سکونی که دارد. بعد اضطراب از اتفاقات بعد مثل مریضی، تصادف، مرگ برای خانواده یا اعضای خانواده، معمولا تمایل به خودکشی، احساس پوچی از دنیا و زندگی. سابقه کودکی هم خانواده پرتنش داشتم که این تنش فقط منحصر به دعواهای پدر و مادر و اخلاق دیکتاتوری مرحوم پدرم بود. علی‌رغم اینکه هر دو نفر انسانهای خوب و دلسوزی بودند و هستند، اما یک دنده و لجباز بودند. از لحاظ شخصیتی بسیار سعی کردم تا خیلی از زخمهایی که در کودکی خوردم رو ترمیم کنم و خیلی ها رو هم تونستم ترمیم کنم، ولی این موارد بالا دیگه داره از منو از پای در میاره. بعد مشخصاتشون رو نوشتند: سن 34 سال، تحصیلات فوق لیسانس جامعه شناسی، مجرد، زندگی همراه مادر و خواهرم، 2 خواهر 1 برادر متأهل دارم، فرزند آخر هستم، در حال حاضر دنبال موقعیت دکترا برای خارج از کشور در دانشگاه‌های خارجی هستم، هدف مهاجرت به خارج از ایران برای همیشه. بعد نوشتن که من این ایمیل رو برای شما زدم تا راهنمایی کنید که چیکار کنم. حجم ایمیل و انواع کمک‌هایی که از شما می‌خوان خیلی زیاده. من این موضوع رو درک می‌کنم، به خاطر همین فقط از شما میخوام اگر امکان داره لطف کنید راهنمایی کنید برای خروج از این مخمصه چه کار کنم. بله، این نوشتن: امیدوارم به زودی بتونم سکالارشیپ بگیرم و از نزدیک شما رو ببینم و یا اینکه حداقل بتونم تو سمیناراتون شرکت کنم. ارادتمند نوشتن زیرش رو. آقای برمن خانم هستن یا آقا؟ آقا هستند. خب مسئله خیلی جدی تره. طبق این ایمیلی که تو عزیز نوشتی، به نظر میاد افسردگی یه مقدار طولانی مدت و یا مزمن گرفتاری همچین افسردگی هستی که داروهای مختلف هم به شما داده شده، سال هاست که زیر دارو درمانی هستیم. بله. آیا هیچ وقت روان درمانی کردین یا روان درمانی یا روانکاوی کردین یا نکردین؟ خوشبختانه به فوق لیسانس هم رسیدین، خوشبختانه تصمیم دارین برای خروج از کشور برای دکترا و واقعا امیدوارم که بورس تحصیلی رو بگیرین هر چه زودتر که بتونین از اونجا خارج بشین. ولی مسئله افسردگی 2 حالت داره. یکی ممکنه که افسردگی اون محیطی که من توش هستم، اون احساس تعلق نداشتن به اون خانه و جامعه که هستم، منو شدیداً خسته تر و افسرده تر کرده و اگر من از اون خانه و از اون جامعه بگریزم آرامش بهتری پیدا میکنم و یا اینکه افسردگی من تبدیل به غم و بعد از بین میره، یا اینکه نه، من اگر واقعاً افسردم هر جای این دنیا برم آسمان همون رنگیه، منتها فقط آسمون ما بعضی وقت بیشتر وقتا به خاطر نداشتن آفتاب کافی ممکنه که فقط گریتر یا ابریتر باشه که برای افسردگی خوب نیست. من نمیدونم کدوم یکیش هستی، ولی بیشتر فکر میکنم بیشتر باید دومی باشی.
به خاطر اینکه وقتی از شهر میزنی بیرون، وقتی از دیگران میزنی بیرون، البته خود این افسردگی هست، انسان در کنار مردم نمیخواد زندگی کنه، دوست داره تنها باشه. یکی از نمونه های افسردگی همین ایزوله کردن خودمون و عزلت گزینی خودمونه. ولی تو تیکه ایمیلتون نوشتین که بعضی وقتا دلتون میخواد خودکشی کنین، که امیدوارم فقط یه حسه، یه فکر بیاد و بره و هیچ هرگز به انجام این عمل گرفتار نشین. پارتی که نوشتین میخواین بیاین و میخواین بورس تحصیلی بگیرین برای دکترا، منو خیلی خوشحال کرد، برای اینکه از نظر روانشناسی به نظر میاد که شما بیشتر میخوای از اون جامعه و از اون مکان بگریزی و هدف داری برای خودت، انگیزه داری برای خودت. انسانی که افسردگی شدید میگیره معمولا هیچ هدفی برای آیندهش دیگه نمیتونه نگاه کنه و داشته باشه، یه حس ناامیدی شدید پیدا میکنه و انگیزهشو کاملا و یا بسیار زیاد از دست میده. ولی زمانی که شما اینقدر هنوز انگیزه داری، اینقدر هدف برای خودت گذاشتی و داری تلاش میکنی برای بورس تحصیلی که بتونی با هزینه دانشگاهی اینجا بیای درس بخونی، خب این خیلی برای من امیدوار کننده است که شما پس گرفتار همچون افسردگی خطرناکی نیستی. حالا چرا اینقدر به شما دارو دادن؟ متاسفانه رو خط نیستی که بیشتر ازتون سوال بکنم، یا تشخیص روان پزشکتون به خاطر داروهایی که به شما دادن چی بوده؟ این دوباره یه سوال مهمیه که من دلم میخواست ازتون بکنم که اشتباه نکنم در مورد تشخیص و دیاگنوزتون. ولی ایمیل نمیگه به من شما افسردگی خیلی خطرناک دارین و دارو درمانی رو فقط لطف کنین. اگر امکان داره براتون پزشکتون رو نوشته بودین عوض کردین، ولی ننوشتین که آیا با پزشک جدیدتون دارواتون تغییر پیدا کرده، آیا کمتر شده. من خیلی دوست داشتم این تیکر رو در مورد شما بدونم و ببینم دوام پزشک جدیدتون چه تشخیصی دادن در مورد شما. و بعد اگر به هر حال دارو به شما میدن، مهمترین کاری که شما باید بکنین مادامی که یک متخصص، مخصوصا متخصص بسیار آگاه، به شما دارو درمانی تجویز میکنه، شما نباید همینطوری خودتون به خاطر اینکه خسته شدین از داروها متوقفش کنین. این کار بسیار خطرناکه، مخصوصا اینکه شما بعضی وقتا افکار خودکشی هم بهتون دست میزنه. شما حتما باید زیر نظر پزشک داروتون رو آروم آروم کم کنین. دارو وقتی که یه دفعه قطع بشه، خطر سقوط افسردگی خیلی بیشتر میشه اتفاقا، یا یعنی حس افسردگی یا صعود افسردگی خیلی بیشتر میشه، افسردگی خیلی فراتر میره. ولی زمانی که با نظر پزشک شما آروم آروم میذارین کنار، بدن و هورمونا و کمیکال مغز آروم آروم اجاست میشه و یا تعادل پیدا میکنه تا بتونیم شما از دارو. پس لطفا هرگز دیگه این کار خودتون نکنین و تمام تلاشتو بذار. منم آرزومه واقعا، امیدوارم که بیای اینجا و همدیگه رو ببینیم، بیای سمینار. امیدوارم هر چه زودتر تلاشتو بیشتر بذاری، انگیزتو بیشتر بذار برای اسکالرشیپ یا بورس تحصیلی عزیزم، چون دانشگاه اینجا میدن برای بورس تحصیلی، سخت نمیگیرن. تو تلاشتو خیلی بکن، لیاقتتو نشون بدی که لیاقت بورس تحصیلی رو داری و هر چه زودتر از اونجا گریزان شو، چون به نظر میاد که اونجا یه مقدار زیادی برای شما کسل آور و همچنین خسته کننده. حالا چرا دوست و دختر ندارین؟ چون سنتون طوری نیست که نداشته باشین. دوباره این سوالی بود که خیلی دلم میخواست ببینم اصلا داشتین نداشتین، اینا مسئله خیلی جدی و مهمه. اما به هر حال بهترین کاری که من فکر میکنم شما باید بکنی اینه که عزیزم، به جای اینکه انقدر خودتون نومید، حالا که شما فوق لیسانس تو دستته و هدف اومدن از اینجا و بورس تحصیلی رو داری، الان انرژی تو باید بذاری برای رسیدن به این هدفه. بعدش هم حتی اگر احیانا فرض کنیم که شما بورس تحصیلی به تعلق نگرفت، نگران نشو، آخر دنیا نمیشه.
دوباره دانشگاه دیگه تلاش بکن و سعی کن از این تجربه که چرا اسکالپشیپ بهت نداد این دانشگاه، از این تجربه بهتری رو کسب بکنی که بتونی توی دانشگاه دیگه بتونی بورس تحصیلی رو بگیری. یعنی انرژی تو الان بذار بیشتر به خاطر این مسئله. من چون مسئله خیلی مهمی رو دوست داشتم ازت سوال کنم در مورد زندگی خصوصی خودت و شخصی خودت، ولی نیستی متاسفانه. نمیدونم بیشتر از این چه کمکی میتونم بهت بکنم، ولی امیدوارم که بتونی بیای لندن و من در سمینار در خدمتت باشم و اونجا ببینیم و همچنین بتونی از کلاس ها استفاده مثبت بیشتری رو برداشت کنی و ببری. و چون خیلی از افرادی که در سمینار هستن هم دانشجو هستن، هم رو اقسام افراد متفاوت در سمینار هستن که دوستای خیلی خوبی میتونی اونجا پیدا بکنی، بسیار باز و اوپن هستن در مورد خودشون، کسانی که افسردگی استراب شدید داشتن الان دیگه ندارن و این خیلی کمک بزرگی هم دوباره میتونه بکنه در قربت داشتن دوستهای خوب، واقعا که اینا غریبه های آشنا و یه فامیلی جدید برای هم دیگه هستن. اینم میتونه خیلی خیلی، امیدوارم که هر چه زودتر شما رو در لندن ببینیم عزیز.